روزگاری تریاک توی ایران واسه خودش پادشاهی داشت و همه کشور شده بود مزرعه کشت خشخاش. سود قابل توجه فروش تریاک باعث شد تا زمینای مخصوص کشت غلات، پنبه و محصولات دیگه به خشخاشکاری اختصاص پیدا کنه و تریاک شد گل سرسبد صادرات ایران. کشت گسترده تریاک در ایران از اوایل عصر ناصری و به دستور امیرکبیر شروع شد و با حمایت انگلیس اوج گرفت، به طوری که در اواخر حکومت قاجاریه بیشتر مردم تهران به کشیدن تریاک احتیاط داشتند. قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. بریم ببینیم اصلا این ماده مخدر چطوری وارد ایران شد. سومریان و بعدم آشوریان قدیمی ترین اقوامی هستند که از تریاک صحبت کردند و پزشکان آشوری از تریاک به عنوان مسکن استفاده می کردن. میگن که مجارستان اولین کشور اروپاییه که با خشخاش آشنا شد و مردمش 3200 سال پیش از شیره اون استفاده میکردن. در آثار تاریخی مصر هم اشاره هایی به تریاک دیده میشه. هومر، شاعر حماسه سرای یونان باستان، گل خشخاش رو جزو گلهای تزئینی باغهای روم در 2600 سال پیش معرفی کرده که ازش استفاده دارویی میکردن. گفته شده که خوردن تریاک از زمان حمله اعراب به ایران شروع شد. زمانی که اعراب در زمان ساسانیان به ایران حمله کردند، سپاهیان عرب این زهر مهلک رو با خودشون آوردن و برای مداوا کردن دردهای جسمانی و رفع خستگی ازش استفاده می‌کردند. و ایرانی‌ها هم خوردن تریاک رو از اونها یاد گرفتن. ولی خب احتمالاً رواج تریاک توی این دوره فقط کمی بیشتر شده و ایرانی ها خیلی قبلتر از حمله اعراب با افیون آشنا بودن. چون میدونیم که در اردابیرافنامه دوره ساسانی از تریاک اسم برده شده و پیدا شدن وافوری 4000 ساله تو محوطه باستانی چلو تو شهرستان جاجرم نشون میده که تریاک تو فلات ایران چیز ناشناخته‌ای نبوده. دو پزشک ایرانی یعنی ابو علی سینا و رازی هم در مورد استفاده دارویی تریاک نوشتن و فردوسی و سعدی و حافظ و سنایی هم تو آثارشون بارها به استفاده دارویی تریاک اشاره کردن. بیهقی مورخ ایرانی نوشته سلطان مسعود غزنوی زمانی که به همراه لشکرش برای جنگ با طغرل سلجوقی به سمت خراسان میرفت، تصمیم داشت تا راه فرار طغرل رو ببنده و اونو غافلگیر کنه. سلطان موقع حرکت کمی تریاک خورد و بر روی فیل خوابش برد و فیلبان فیل رو آهسته روند تا سلطان از خواب بیدار نشه و همین باعث دیر رسیدن سلطان به مقصد و فرار طغرل و شکست سلطان شد. با روی کار اومدن سلسله صفویه، مصرف تریاک مخصوصاً به صورت خوراکی فراگیرتر شد. اسنادی وجود داره که در اون دوره مردم پوست خشخاش رو دم می‌کردن و مثل چای مصرف می‌کردن. شاه اسماعیل دوم معتاد بود و تو مصرف تریاک زیاده روی می‌کرد و در نهایت هم با آلوده کردن تریاکش به زهر کشته شد. شاه طهماسب دومین و شاه عباس پنجمین پادشاه صفوی به شدت با گسترش تریاک مبارزه کردن و شاه عباس آخرای سلطنتش برای تریاک مالیات گذاشت تا مردم سراغش نرن. بعد از صفویان تو زمان حکومت افشاریان و بعد هم زندیان مصرف تریاک به صورت خوراکی تو ایران وجود داشت و همه این اخبار نشون میده که ایرانی‌ها تریاک رو به عنوان دارو میشناختن و اگر بعضی ها هم به عنوان ماده اعتیادآور ازش استفاده میکردن به صورت خوراکی بوده و کشیدنش به شکل امروزی رایج نبوده. تریاک امروزی هدیه انگلیسی هست که بعد از جنگ تریاک با چین اونو به جون ایرانی‌ها انداختن. انگلیسی‌ها از سالها قبل از جنگ تریاک
سازمان انحصار تجارت خارجی تریاک رو تأسیس کرده بودن و کارگردانیش با کمپانی هند شرقی بود. با تلاش این شرکت کشت خشخاش سراسر هند و گرفت و انگلیس بزرگترین تولید کننده افیون شد و به دنبال بازاری برای مصرف اون بود. اون بازارم چین بود. روزی رسید که چینی بیچاره تریاکی رو که نمیشناخت جز نیازمندیای زندگی شد. دولت چین که دنبال ریشه‌کن کردن تریاک تو کشورش بود، ورود تریاک رو به چین ممنوع کرد. ولی انگلیس که نمیخواست تجارتش رو از دست بده، به دولت چین اعلان جنگ کرد که به جنگ‌های اول و دوم تریاک معروف شد. جنگی نابرابر که در واقع کشتاری یک طرفه از مردم چین بود. بعد از شکست چین، انگلیس دوباره صادرات تریاک رو به چین شروع کرد و برای توسعه کار دنبال محل کشت بیشتری بود که این بار به سراغ ایران رفت. امیرکبیر بعد از جنگ اول تریاک صدر اعظم شد و اعتقاد داشت که باید از آب و هوای نقاط مختلف ایران بیشترین استفاده رو تو کار کشاورزی برد و گیاهان پرسود رو تو زمین‌های مساعد پرورش داد. امیرکبیر سال 1229 خورشیدی بود که دستور داد تو زمینای اطراف تهران کشت خشخاش برای صادرات شروع بشه. نتیجه کشت خشخاش هم خوب بود. محصولی که برداشت میشد مورفین بالایی داشت و کشاورز ایرانی تو زمینی که گندم میکاشت تغییر رویه داد و خشخاش کاشت و با کشت خشخاش 3 برابر قبل عایدی داشت. چون انگلیسی ها برای تشویق کشاورزان تریاک رو گرون می خریدن. ایران که تا قبل از این زمان گندم، ابریشم، شال و پارچه صادر می کرد، کم کم همه زمینه های صادراتی رو از دست داد. و چون در بازار انگلیس و جهان نیاز به تریاک زیاد بود و انگلیسی ها هم تجارت تریاک رو در دست داشتن، ایران رو جولانگاه این تجارت کردن و تریاک مقام اول صادرات ایران رو از آن خودش کرد. صادرات تریاک ایران از حدود 80,000 کیلو در سال شروع شد و تو اوج خودش به 300,000 کیلو رسید. بیشترین تریاک ایران به چین می رفت. انگلیس دومین مقصد صادرات تریاک ایران بود که البته بیشتر تریاکی که به لندن فروخته می شد دوباره صادر می شد و فقط بخش کمی از اون در داخل انگلستان برای تولید کدوئین استفاده می شد. از حدود 10 سال بعد از دستور کشت خشخاش به وسیله امیرکبیر، یعنی از حدود سال 1239 خورشیدی، پادشاهی تریاک تو ایران شروع شد و حدود 50 سالی توی اوج موند. گفتیم که سود قابل توجه فروش تریاک باعث شد تا کشاورزا تو زمینای مخصوص کشت غلات، پنبه و محصولات دیگه خشخاش بکارن و همین باعث کمیابی و گرونی گندم و غلات دیگه شد و نتیجه‌ش هم قحطی بزرگی بین سالهای 1249 و 1250 بود که البته خشکسالی و عوامل دیگه‌ای هم توش دخیل بودن. بیشتر خشخاش ایران تو اصفهان که رودها و نهرهای زیادی داشت کش میشد و بعد هم تو استانهای یزد، فارس، خوزستان و کرمانشاه. بهترین تریاک ایران که بعدها به تریاک سناتوری معروف شد تو ماهان کرمان کشت میشد و عده‌ای گفتن که با اومدن درویشای هندی به کرمان و کشت خشخاش به وسیله اونا توی ماهان، مردم ایران دود کردن تریاک رو توی همین زمان و از هندی ها یاد گرفتن. اینطور بود که مصرف تریاک کم کم گریبان ایران رو گرفت. مصرف تریاک توی قهوه خونه ها مثل چای خوردن و قلیون کشیدن رواج پیدا کرد و تهیه تریاک برای مصرف کننده ایرانی خیلی آسون بود و توی این راه نه من قانونی وجود داشت و نه فتوای تحریم شرعی و نه قبح اجتماعی. صادرات تریاک زیاد توی اوج نموند و آخرای سلطنت مظفرالدین شاه قیمت جهانی تریاک پایین اومد و خب طبیعی بود که صادرات تریاک ایران هم کمتر شد و با روی کار اومدن مشروطه خواهان که تریاک رو دشمن آزادی می دونستن، سقوط پادشاهی تریاک شدت گرفت.
تا سال 1289 هیچ منع قانونی برای تولید، مصرف یا خرید و فروش تریاک توی ایران وجود نداشت. تا اینکه تو دوران وزارت ثنی‌الدوله برای تریاک مالیات تعیین شد و مصرف شیره تریاک که اعتیادآورتر از خود تریاک ممنوع شد و مصرف کنندگان تریاک باید سوخته اون رو به وزارت مالیه تحویل میدادن و برای هر مثقال 3 شاهی حق و زحمه میگرفتن. از اون زمان به بعد هم مبارزه با این ماده مخدر بیوقفه در خاک ایران ادامه داشت. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.